بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. زائر برزیلی که امسال حضور در پیاده روی اربعین امام حسین علیه السلام را تجربه کرده بود گفت امام حسین علیه السلام برای حفظ دین و عدالت جان خود را فدا کرد و در مسیحیت نیز مسیح علیه السلام برای نجات بشریت از گناه و ظلم به صلیب کشیده شد. خوسه باتیستا دوس سانتوس، شاعر شیعه اهل برزیل که یکی از زائران مشایع اربعین امسال بود، گفت پیام امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا تنها به مسلمان محدود نمی شود و همه انسان‌ها دغدغه مند و همه انسان‌های دغدغه مند جهان را به خود فرا می خواند. وی در ادامه گفت حضور گسترده پیروان دیگر ادیان در پیاده روی اربعین نشان از یک جنبش جهانی دارد. اربعین به عنوان بزرگترین تجمع صلح‌آمیز جهان فرصتی استثنایی برای نزدیک شدن همه انسان‌ها به یکدیگر و سوی شناخت ارزش‌های مشترک انسانی و دینی فراهم کرده است. هیثم بن طارق سلطان عمان دستور عفو شماری از زندانیان محکوم به جرائم مختلف را به مناسبت سالروز ولادت با سعادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله صادر کرد. به موجب دستور سلطان عمان 175 زندانی شامل شهروندان عمانی و خارجی مشمول عفو شدند. گفتنی است این دستور همزمان با ولادت با سعادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و برای مراعات وضعیت خانواده های زندانیان آزاد شده صادر شد. سلطان عمان در عید قربان نیز 169 زندانی از جمله شهروندان این کشور که متهم به ارتکاب جرائم مختلف بودند آزاد کرد. مدیر کل مدیریت بحران استان یزد اظهارداشت اتوبوس مسافربری که از بوشهر به سمت مشهد حرکت می‌کرد در 140 کیلومتری محور یزد به طبس حدود ساعت 2:33 دقیقه بامداد واژگون شد. بر اساس آمار اولیه این حادثه 10 کشته و 41 مصدوم بر جای گذاشته است و بیشتر مسافران زن و کودک بودند. شایان ذکر است 7 تیم هلال احمر شامل 3 خودروی نجات و 4 آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند. مصدومان حادثه به بیمارستان‌های اردکان، میبود و یزد منتقل شدند.